درود. یادمون باشه که هر وقت صبح بلند میشید از خواب، حتما حتما یک یا دو لیوان آبی که درجه گرماش مثل محیط اتاق خوابتون باشه حتما بخورید. بعد خب با صبحانه‌تون هم که حساب بکنید، یک لیوان چای یا قهوه یا هرچی، یا شیر، هرچی که میخورید، به هر حال تا ساعتی که بعد از صبحانه باشه که میرسه به میان وسط صبح تا ظهر که باز یک چیز کوچولو میخواید بخورید، حتما باید 4 تا لیوان آبتون رو خورده باشید. مهم نیستش که احساس تشنگی نکنید. ما هرچی که سنمون میره بالاتر، کمتر احساس تشنگی و گرسنگی میکنیم و باید که فقط وعده های غذاییمون رو مرتب بکنیم که این ماهیچه هامون رو هی از دست ندیم، چون از دست دادن ماهیچه ها خیلی سخته. اولا اینکه دوباره جایگزین کردنش مشکله، و بعد اینکه وقتی که شما ماهیچه‌تون رو از دست میدید، اون وقت حرکت بدنتون خیلی کندتر و سخت‌تر میشه. پس این برای آبی که باید حتما بخوریم. برای ورزش کردن که میخوایم خودمون رو گرم کنیم، حتما باید شکمتون رو بدید تو، کف لگن رو ببندید، شونهاتون رو بدید بالا، خودتون رو صاف بکشید بالا. اگر که روی صندلی میشینید، روی صندلی هستید، همین کار رو روی صندلی هم به همین صورت انجام بدید. اگر که پاتون مدام پایین آویزونه، حتما سعی کنید کم کم با یه چیزایی که زیر پاتون میگذارید، بالشا رو هی بلند و بلندتر کنید، و یا اینکه یک چارپایه کوتاه‌تری یا پاتون رو بذارید روی میز. کم کم باید این کار رو حرکت بدید. اصلا امکان نداره بگید که نمیشه. میشه، ولی سخته. باید این کار رو کرد. بعد اینکه چقدر به ورزشتون سرعت بدید، باز بستگی به شرایط بدنی خودتون داره، ولی سعی کنید که سرعتاتون رو یه خورده بیشتر کنید، بعد بکشید بدنتون رو، بکشید. از سرعت دادن به بدنتون نگران نباشید، نترسید. میتونید ورزشتون رو آروم انجام بدید، ولی روزی و توی روز اقلا یه نیم ساعت هم تند برقصید. وقتی میخواید حرکت کنید و بدنتون رو گرم بکنید، حتما این دست و پا رو با هم حرکت کنید. وقتی میخواید حرکت دست ایجاد کنید، دست رو یه خورده پرت کنید، بکشید جلو، بکشید عقب، و تا میتونید حرکت هایی رو که بیشتر کمک میکنه بدنتون بیدار بشه رو انجام بدید. حواستون موقع ورزش کردن از به قول معروف از نوک انگشت شست پاتون باشه تا اینجای سرتون. وقتی که دارید ورزش میکنید، این انگشتای دست رو همیشه بکشید، همیشه این بر انگشتا رو به این صورت بکشید، انگشتا رو بکشید و حرکت بدید، بکشید جلو حرکت بدید، بعد بیاید بالا، بیاید بالا. حتما برای صبح 10 بار رو شما نشست و برخواستتون رو انجام بدید. وقتی 2 بار این کار میکنید، میتونید 2 بار حسابش کنید. یه خونه جرم زد. خب بعد وقتی دارید بلند میشید، بلند شید، بایستید، شکم بدید تو، خودتون رو بکشید بالا. حواستون باشه که شست رو به طرف روی زمین و به طرف داخل فشار بدید، پنجه ها رو به طرف بیرون، که وقتی دارید ورزش میکنید، برای همه قسمت های بدنتون ورزشتون رو انجام داده باشید. مهم نیستش که نمیدونم الان بگید شکمم بزرگه، کمرم نمیدونم پهلوم اینطوریه. چیزی که مهمه، ما ورزش میکنیم تا به سلامتیمون و اون وزن که لازم داره بدنمون باید داشته باشه، و اینکه توانایی حرکتمون رو از دست ندی خیلی مهمه. من الان داره بدنم شروع میکنه به عرق کردن. چرا؟ چون وقتی خودم رو میکشم الان
حس میکنم که شست من روی زمین، پنجه هم و انگشت های دیگه هم رو حس میکنم روی پنجه که وای میستم، میکشم بدنم رو میکشم. الان وقتی وایستدم به این صورت خودم دارم میکشم، زانوم رو محکم نگه داشتم و بعد حالا دو طرف بگیری دستتون، یک دو سعی کنید دستتون در امتداد شونتون قرار گرفته باشه. خیلی مهمه که دستمون رو بدون کدوم قسمت ها نگه داریم. بعد وقتی داریم حرکت میدیم این انگشت ها رو میکشیم. بعد حالا ساب وایسید، پا رو به اندازه شونتون یه خورده بیشتر باز کنید، دست ها رو انگشت ها رو بکشید. حالا بازش کنید، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده، جمع میکنید باز میکنید، جمع و باز. وقتی جمع میکنید شکمتون رو میدید تو، زیر شکم دادید تو، لگنتون رو، کف لگن رو بستید و حالا دست رو حرکت بدید، یک دو. فقط این نیست که دست رو میبرید بالا، دست رو میکشید و میبرید بالا. سه چهار پنج شیش هفت، ببینید من حواسم به شست پام هست، پنجه های پا، انگشت های پا، پنجه پا، کف پا، پاشنه پا، پاشنه پا رو حس کنید روی زمین، ساق پا، مچ پا، زانو، میام قسمت لگن، کف لگن رو من بستم، شکم هم دادم تو، خودم میکشم بالا، مطمئن باشم ستون فقراتم صاف قرار گرفته. حالا این دست رو که بلند میکنم انگار که تمام اعضای بدنم هم دارم باهاش میکشم بالا. وقتی شما به این صورت ورزش میکنید همه قسمت های بدن رو داریم میکشیم بالا. یک، به ترتیب پرده دیافراگم بتونم ببینید ریه فشار میاره و ریه نفس میکشه، برای همینه که چون تنفس هم انجام میدم بدنم گرم میشه و عرق میکنم و این برای ورزش ما مهمه. حالا دو تا دست رو با هم ببینید، الان دارم متوجه میشید که من وقتی دست هم اینجاست زانوم رو رها کردم، حالا وقتی که دارم دست رو بلند میکنم کم 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 همه بدنم رو گرفتم، میکشم میبرم بالا. هر حرکتی رو ما باید 20 بار انجام بدیم، این نتیجهش رو بهتر میبینیم. روی صندلی هم میتونید همین کار رو به همین صورت انجام بدید. بکشید. وقتی من 10 بار به این صورت دستم رو آوردم بالا و هر کدوم از این هم که قبلا 10 بار بردیم بالا، 20 بار رو برای ورزش دستمون انجام. حالا به همین ترتیب یه خود پاها رو جمع تر میگذارید، دوباره شست رو زمین فشار بدید، انگشته دیگر به طرف بیرون باز میکنید، شکمتون رو بگید تو، کف لگن رو میبندید، ببخشید محفظتون رو سعی کنید محکم نگه دارید. حالا یک دو سه چهار پنج
5 6 حالا یه خورده بیشتر باز کنید، بشینید و باشید. 9 10. امیدوارم شما هم به اندازه من از ورزش کردنتون لذت برده باشید و بدنتون واقعا عرق کرده باشه. هر روز بهتون گفتم که چند تا ورزشتون رو برای صبح حتما به این صورت قرار بدید که انجام بدید که پاهاتون رو بالا نگه داشته باشید. پس به پشت بخوابید روی دوشکتون یا روی زمین، دستاتون رو بالاتر از شورتون قرار بدید، هر انگشتتون رو بند بندش رو به زمین فشار بدید، پاها رو جمع کنید بالا، بیارید بالا، قوزک پا رو به هم بزنید. میکشم دست و پامو خوب کشیدم، سعی کنید درست تمرکز داشته باشید، از یه نقطه شروع کنید به یه نقطه دیگه، یه حالت دورانی ایجاد کنید برای کشیدن بدنتون. شکم رو بدید تو، کف لگنتون رو ببندید. حالا مجدداً باز دو تا دستتون رو دو طرف بدنتون به طرف بالا قرار بدید. انگشت دستتون رو روی کف زمین فشار بدید، سعی کنید صاف هم بگیرید.
این ورزشی که انجام دادیم اینا هم برای اینه که صبحیتون که شروع میکنید حتما با حداقل 5 دقیقه پاتون به طرف بالا به این صورت قرار داده باشید، ورزش های پا رو انجام دادید. این ورزش ها برای شکم شما هم بوده، ورزش های کششی که انجام میدید به این صورت وقتی شما خم میشید این کار رو انجام میدید برای کشیدن ستون فقرات شماست، برای گردن شماست و برای شکمتون. حالا 1 2 3 5 6 گفتم که وقتی ورزش میکنید دستاتون و انگشتاتون و پنجهاتون رو میذارید پشت زانوتون، این قسمت رو همیشه ماساژ بدید و بعد به این صورت حرکتش بدید. حالا همینطور که دستتون بالا رو گرفتید بالای از شورتون بالاتر رو زمین بشاپید، 3 4 5 6 7 8 9 10 ورزش نهایی بهتون گفتم ببینید کدوم حرکت ورزشی رو شما بیشتر دوست دارید، با اون حرکت ورزشی و ورزشتون رو تموم بکنید که بتونید توی اون حالت صبحتون رو با یک چند دقیقه تمرکز کردن، چند دقیقه به این ترتیب که به سعی کنید به هیچی جز خودتون فکر نکنید رو شروع کنید. این حرکت رو من خیلی دوست دارم و همیشه حرکت به صبح ورزشم رو با این تموم می‌کنم. وقتی میخواید بلند شید با احتیاط بلند شید، وقتی حرکت های ورزشیتون رو انجام میدید واقعا سعی کنید کششتون رو درست انجام بدید، برای هر حرکتتون زمان مناسب رو بگذارید به طوری که خسته نشید و درست انجام بدید. نفس کشیدن هم توی ورزش مهمه، همدردی و همبستگی رو فراموش نکنید، پناه هم باشید. روز و شبتون به خیر و شادی.